به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. هر تصمیمی پیامدهایی داره. واقع بینی به ما در پیش بینی این پیامدها کمک میکنه و جلوی بسیاری از مشکلات رو میگیره. ما توی این مسابقه یاد میگیریم واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدیم. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. گروه مافیا شامل رئیس مافیا، ناتو و گروگانگیره. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام رئیس مافیا برای کارگاه همیشه منفیه. ناتوی گروه مافیا در طول بازی یک بار میتونه از توانایی ناتوی استفاده کنه و سعی کنه نقش یک شهروند نقشدار رو حدس بزنه. در صورت درست بودن حدسش، اون شهروند تحت هر شرایطی از مسابقه خارج میشه و در صورت اشتباه بودن حدس ناتو هیچ اتفاقی نمیفته. در صورتی که گروه مافیا بخواد ناتویی کنه، دیگه امکان استفاده از تیرش رو در اون شب نداره. گروگانگیر که یارهاش رو میشناسه ولی به تنهایی کارش رو انجام میده، هر شب یکی از شهروندها رو گروگان میگیره. در صورتی که اون شهروند نقشدار باشه، نمیتونه اون شب از تواناییش استفاده کنه. گروگانگیر حق نداره برای دو شب متوالی یک نفر رو گروگان بگیره. گروه شهروند شامل پزشک، کاراگاه، تکاور، تفنگدار، نگهبان و شهروند ساده است. پزشک بازی بعد از شلیک گروه مافیا میتونه یک یا دو نفر رو نجات بده. کاراگاه در شب میتونه استعلام مافیایی یک نفر رو از راوی بگیره. تکاور شهروندیه که زمانی که مورد حمله گروه مافیا قرار میگیره، حق تکتیر اندازی داره. تکاور بازی در شبی که تکتیر اندازی میکنه، باید مطمئن باشه که کسی که مورد هدف قرار میده مافیاست. اگر به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده، خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه، هیچ کس از بازی خارج نمیشه. تفنگدار هر شب بیدار میشه و میتونه حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بده. افرادی که در شب تفنگ دریافت کردن، از نوع تفنگی که گرفتن خبر ندارن و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگشون رو دارن. پس از شلیک تفنگ توسط افراد، راوی اعلام میکنه که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما در صورت جنگی بودن تفنگ، شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج میشه و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام میشه. تفنگدار نمیتونه به خودش تفنگ جنگی بده. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده کشته شب باشه، تفنگ به دست تفنگدار برمیگرده و میتونه در شب‌های بعدی اون رو به افراد دیگری بده. نگهبان نقش مقابل گروگانگیره که اولین نفر قبل از گروه مافیا بیدار میشه و از نقش یک یا دو نفر در برابر گروگانگیر نگهبانی میکنه و اجازه نمیده که نقش این افراد گرو گرفته بشه. نگهبان در روز زره داره و در صورتی که در طول روز به هر نحوی از بازی خارج بشه، زرهش میفته و نقشش توسط راوی اعلام میشه و از اون به بعد به عنوان شهروند ساده به بازی ادامه میده. سلام و عرض ادب خدمت شرکت کنندگان محترم. خیلی خوش اومدید به یک هشتم فصل 13 مسابقه شهروند و مافیا. آرزوی موفقیت دارم براتون. قبل از اینکه بریم سراغ دور معارفه، سری میزنیم به گروه محترم داوری. آقای پدرام سلام، حالتون چطوره؟ به نام تو آغاز میکنم که خدایی. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که بازی جذابی رو ببینیم، بازی که در حد و اندازه مرحله یک هشتم باشه و دوستان از این درها که خارج شدن، خودشون از بازی خودشون حداقل رضایت کافی رو داشته باشن. ما هم امیدواریم. آقای نوید سلام. سلام به شما، سلام به همه. خیلی خوشحالیم که یک شب دیگه در خدمتتون هستیم. دوستان از صمیم قلبم آرزو میکنم بعد از بازی شما خوشحالترین باشین. امیدوارم این اتفاق براتون رخ بده. آقای سینا سلام. به جان دوست که چون دوست در برم باشد، هزار دشمن اگر بر سرند غم مخورم. سلام، آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم شهروندهامون زود همو پیدا کنن، به هم اعتماد کنن و مافیاها تا لحظه آخر پشت هم باشن. موفق باشید.
متشکرم. اشاره به بغل دستیات داشتی شعر یا همینجوری گفتی؟ در برش ماییم دیگه. نه راجع به بازی گفتم که همدیگر رو شهروندا زود پیدا کنن، با هم دیگه بازی کنن. فکر کردم که منظور خاصی داری. نه نه. درود بر شما. آقای حمید حالش چطوره؟ درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستم. میگن فروختن آب به کسی که توی صحرا مونده کار آسونیه. موفقیت در انتظار کسیه که بتونه به صحرانشینان ماسه بفروشه. آرزوی موفقیت میکنم برای هر 10 بازیکن. درود بر شما. خواهش میکنم. آقای مصطفی حالش چطوره؟ سلام، عرض ادب و ارادت. من فکر کنم آقای نوره این بازی جذابترین بازی این مرحله خواهد بود انشاءالله. ببینیم چه اتفاقی میفته. متشکرم از گروه محترم داوری. میریم سراغ دور معارف. آقایون صحبت میکنن 15 ثانیه بدون چالش. شماره 1 بفرمایید. سلام بچه‌ها، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. من علی ام، ان شاءالله که بازی خوبی باشه. به نظر من شماره 6 مافیای بازیه، شماره 4 هم مافیای بازیه. بچه‌ها، شهروند به دو تا دلیل به من تارگت نمیزنه. دلیل اول، به یه شهروند تارگت زده وقت من خوشو میگیره. اتهام. بفرمایید. رفقا سلام، منم اسلام، از کرمانشاه اومدم اینجا. آقا به من گفتن دیگه دیره، دیگه به من گفتن شماره 6 با شماره 9 بیدار میشه. میفروشیش یا پشت همو میگیریم؟ نکست. بعدی. سلام بچه‌ها، اسمم محمده. خیلی خوشحالم دارم تو جمعتون بازی میکنم. آش شماره 1 شهروند بازی بعد اتهام بخوره، از اتهاماش بازیو در بیاره. چرا شهروند نباید اتهام بخوره؟ بچه‌ها من امیدوارم شماره 5 و 7 مافیا باشن که زود بازی تموم شه. بچه‌ها بفهم. سلام دوستان، حسینم. خیلی خوشحالم که امشب هم در کنارتون هستیم به امید برد شهروند. من اسم میکنم شماره 5 بغل دست هم مافیا، شماره 8 محمد رضا هم مافیا. بچرخ. به نام نامی مادر. سلام، عباس هم از قم در خدمتون هستم. از همتون بازی یاد میگم، امیدوارم بازی خوبی باشه. آی شماره 3، من مافیای بازی، درسته؟ شما فردا با تیم من بجنگ، بنده شهروند بازی هم، شهروند من اتهام نمیزنه که بازیش به هم نخوره. آقا شما یک دلایل تو فردا میگی، دومیش من منتظرم بگی دلیل دومیش چیه. آقا شما که خیلی مشکوک، آقا شما سم مشکوک. به نام عزت دوست که هرچی داریم عزیز. سلام دوستان، کیارش هم خوشحالم همتون بازی کنم. شما 4-3 نفر قبل طرف زدن هیچی نگرفتی، دو تا این ور زدی. بچه شماره 1 خیلی مشکوکه، استرس تمام داره ازش میرسه. شماره 5 راجبه شماره 4 که مشکوک بود، چرا خودت حرف نزدی که الان داره تایید میدی؟ بفرمایید. به نام خالق رنگ آبی. دوستان سلام، علی بازیتونم. خیلی خوشحالم دارم کنار تک تکتون بازی میکنم، از همتون بازی یاد میگیرم. بچه‌ها من 1 بازی و 2 بازی رو فقط دنبال برآیند فرداشونم. شماره 4 شما به کارت خودت مشکوکی استاد، که شهروندی شما میتونستی بگی بنده شهروند تیم شهروندی بازی رو. بچه‌ها من مافیا دارم شماره 4. بفرمایید. دوستان سلام، من محمد رضام. خیلی خوشحالم جمعتون بازی میکنم. به نظر من شماره 7 میتونه مافیا باشه. اون دو تا تارگت زن، چجوری میخوای برندشون در بری؟ اتهام زدن دیگه. ببین اتهامشون چی بود؟ ایشون به نظر من مافیاست. آقای شماره 5 هم واسه من مشکوکه، شماره 4 هم واسه من مشکوکه. سلام دوستان، مهدی بازی هم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. آقای شماره 1 برای بنده مشکوکه، خیلی استرس داره. با اینکه دوست داشتم باش بازی کنم، الان یه اتهام به ایشون میزنم. آقای شماره 2 برای بنده مشکوکه. آقای شماره 5، من با شما یه مشکل اساسی دارم. الان چرا 4 که قبل خودت بود و اتهام نزدی؟ درسته شما حرفاتو آماده کردی، شما یه مافیا. نفر بعد. به نام نامی الله صابر بازی هستم. خیلی خوشحالم با تک تکتون دارم بازی میکنم، انشالله ازتون بازی یاد بگیرم. شماره 1 مشکوک، شماره 4 رو فعلا حمایت میکنم چون شماره 5 قشنگ فروپاشی درونی کرده. بفرمایید. با الامان شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شد. ناتو گروگانگیر تایید. رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر. رئیس مافیا تایید. ناتو تایید. گروگانگیر بخوابه. نگهبان. کارگاه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه.
و تکاور شهرمون بخوابه. با اعلان من روز میشو شهر بیدار. صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمایید. بچه ها چالش شماره 5 بفرمایید. شما که منتظر دلیلت هستم. آقای شماره 10 4 شهروند دیدی چون من فروپاشی درونی کردم چیو به چی رفت دادی برادر؟ اگه من 5 اگه 4 زده بودم میگفتی چون من مافیا زدمش که باز هم اصلا نمیشه چون ما یارو همون 10 قطعا مافیا من یکی کی دور میشه مشکوک زدم بعد من مافیا یک مافیا 10 قطعا مافیا من صحبت کنم. آیه شماره 8 برای من شهروند بازی. آیه مهدی آیه شما شهروندی من صادقانه شهروند بازی ام. این استادم که الان چالش گرفت به نظرم شهروند بازی. بچه‌ها شماره 4 قطعا مافیا بازیه. شماره 7 هم مافیا بازی. استاد به چی عدم تایید میدی؟ به چرخ فکتشو میارم باید بری بیرون. دلیلش بفرمایید. شماره 9 بفرمایید. متشکرم. ببین نشو شما وقتی تارگت اتهام مستقیم شماره 1 که الان دیگه عروش پایین نمیای فقط بلند میشی میگی شماره 1 بنده گفتم شماره 1 الان به منده میگه بیا پایین نمیام. شما الان چیکار داری به شماره 4 الان فکت داری که بنده شهروندم اگه زده بودم میشدم مافیا. آقا هزار مافیای بازی بعد چالش دادم. بچه‌ها شماره 5 واسه منم مشکوکه ولی شماره 9 از 5 هم مشکوک‌تره. شماره 9 شما دیروز خود اتهامات مگه اینجا نبود الان ول کردی میگی 5 رو میکوبی چون که 1 رو میخواد ول کنه. قاعدتا صفت باید 1 رو بکوبی دیگه چه کار به 5 داری؟ 5 رو بده بیرون سایدش هرچی خون طرفش هرچی خون بعد برو سراغه. درسته؟ بچه‌ها 9 واسه من مشکوکه. شماره 6 هم واسه من مشکوکه. بچه‌ها شماره 6 مافیاش شماره 1 بوده. بفرمایید. زمان برای صحبت بیشترم واسه شماره 7 بفرمایید. شماره 9 مگه 5 نمیکوبی به جرم تارگت نزدن به چاخ؟ 4 چیه باز 4 چیه بازی استاد؟ خب 4 چه چرا اعلام موزه راجع به 4 نمیکنه؟ آقا من 5 شهر دارم 9 قطعی مافیاست. بچا 9 هزار مافیایی باز. ببین شماره 5 میدونی شما چرا مشکوکی؟ شما دیروز یه اتهام مشترک هم از من خوردی هم از 4 ولی شما نگاه کردی به من اتهام بزنی با شماره 4 کاری نداری. امروز سر صحبت 4 هنوز صحبت نکرده چالش گرفتی میگی 10 و 4 با 10 مافیا 4 هم مافیا بودی. آ شماره 1 شما الان ذهن شهروندی بعد معارفه ذهنت شبیه 7 شهروندی که اونجا نشسته. تو چجوری میگی هم 4 مافیا هم 7؟ پس شماره 1 قطعا مافیا است. شماره 5 هم مافیا است. خیلی فکت ساده ای دیگه. دلیل. چالش. شما 9 صحبت کن. ببین آقای شماره یک کاملا فروپاشی داره دیگه. درسته آقای شماره یک مگه تو شهروند نیستی؟ الان نظر راجع به آقا که بلند شده اصلا دلیل کاوری آقا رو باید برای من روشن کنم. بگن آقا برای چی؟ براشون شهرونده. درود بر شما. بفرمایید. شماره 1 تو دیروز روز یک روز نمرت شماره 1 نشستی میگه حسین قطعا شماره 4 مافیا. من صحبت کردم گذشت دوباره فقط گفتی حسین قطعا مافیا هیچ حرفی نزدی. بعد این شماره 5 که فروپاشی کرده گارد بسته تو خودشه. شماره 7 هم من میکوبمش هیچ شماره 8 نظری راجع به من نداره. این آقایی که تارگت من رو میکنه تو سایت جان سایت مافیایی با من به نظر من 8 هم مافیاست. استاد شماره 1 یه نفر مشکوک چه جوری واسه تو شهرونده یه چالش بهش میدی کاورش میکنی؟ من اسمم 1 مافیا 5 مافیا 8 همشو انگلیسی گفتی برادر. دوباره بگم خیر ولی دقت کنید لطفا. چالش 1 صحبت کنه. من صحبت کنم. آخ شماره 4 شما هیچ دلیل نری تو حرفات به اون میگی فروپاشی درونی کرده اون یکی گاردش و 4 که قطعا مافیای بازیه. شماره 9 نگاه کن تو رو خدا میگه علی قطعا مافیای بازیه. من کاری به این صحبت ندارم. 7 چیه؟ 7 قطعا شهروند بازی. 2 شهروند بازی منم شهروند بازی. قند مافیا رو میگیرم. بفرمایید. خب من تو شهروندات بودم الان کجا رفتم؟ یک قطعا مافیا. تو مگه نگفتی میخوای دلیل شهروند بودن که بهت اتهام نزنن میگی کو دلیله؟ بچا 10 پا شده میگه 4 شهروند چون 5 فروپاشی کرده. نمیفهمم این استدلال بیلنگه. اگه من مافیا آقا زده باشم آقا باید بشه شهروند. نه اینکه من کاری بشم بشه. ببین آقای 10 من اتهام مشترک دارم با تو 1. بعد کلام بفرمایید.
محمد پور. من آقا شماره یک، من یه دلیل خیلی منطقی آوردم. شماره هفت تو معارفه اگه تو شهروندی ذهنش دقیقاً عین توئه، اون هیچ دیتایی نداره. اطلاع. هیچ داده‌ای اطلاعاتی نداره. تو چجوری میگی هم هفت مافیاست هم هفت شعبتای 4 رو شنیده؟ گفته شماره 4 مافیاست. تو هم شعبتای معارفه 4 شنیدی؟ الان میگی 4 مافیاست، هفتم مافیاست. آقا یک قطعاً مافیاست. این شماره 5 تو به 10 میگی با هم یه نفر رو داریم میزنیم، خب 4ی که داریم میکوبی هم با تو داره یکو میزنه. بعد شماره 9 تو محبت معارفه مشکوک بود، میگو 4 مافیاست و 5 از این دارم که راجب 4 حرف نزده، بعد تو خودت هیچی راجب 4 نگفت. ولی بچه بین 4 و 1 قطعا یه مافیا به نظر من نشسته. من دو رو از استرس نمیدونم چرا داره میریزه. چالش برای 1. بعد صحبت کنه آقای شماره 3، من امروز چالشمو گرفتم شماره 7 تو کاور کردم، گفتم قطعا شهروند بازی. الانم باز دارم دیس. ببین استاد، عدم تایید تو نشونه نمایان بودن تو. بچه شماره 9 مافیای بازیه. چرا فقط من داریت میخوام 9 بچه ها 3 رای 9 4 3 بچه ها 9 که قطعی مافیاست. رو چه استدلالی 10 و 4 مافیان؟ 10 که هنوز صحبتی نکرده. شماره 5 از یک دندقه میگیری، یک شهروند، 5 شهروند، 6 شهروند، منم شهروندم بچه ها. بچه ها 9 قطعی مافیا، 4 هم مافیا. شماره 4 هیچ نظری راجع به بنده نداری، دیروز تک تارگت شما رو کوبیدم. تک اتهام. چالش مال بعد من صحبت بکن. آقا به نظرم آقا شماره 4 قطعی مافیای این بازیه دیگه. امروز روید آقا شماره 4 بری بیرون. شما به من میگی من راجع به تو صحبت نکردم، بعد داری میگی من خود من شما رو ایشونو گذاشتم با هم میگه تو یه سایت. شما قطعا مافیای این بازی. محمد پرچی نمیزنی ایشونو. نمیتونی تو این چیزا رو نبینی. محمد هم مشکوکه واسه من. آقای لسه استدلالو گوش بده. آقای شماره 1 ذهن بسته یک مافیا، 3 نفر بهش اتهام دادن زدن. میگه هم 9 مافیای بازی، هم 4 هم 3. یعنی ما 3 تا گذاشتیم پشت هم دیگه که تو رو فقط بدیم بیرون. آقا شماره 1 قطعا مافیای بازی. الان مثلا بلند میشیش تیم شهروندی میشی. بفهم این نفر بعد. چالش دوستان، آقای شماره 10. ببینید دوستان، من اینجوری بازی میکنم، یعنی فقط چالش ها میدم به شهروند. ببین اگه برای 5 یه دونه یه ذره شانس شهروندی داشته باشم، 9 و 7 قطعا مافیای بازی هم. ببین 7 1 دارن با هم بازی میکنن، چالش هاشون هم به هم میدن. آقای 7 مافیا، آقای شما چه عکس شهروندی از این آقا گرفتی؟ 1 بفرمایید. من یه دونه شهروند، دو تا دارم، شما 4 تا دارید. شما از بازی خارج. آقای حساب چالشتون. چالش هم داشتم دوستان. ببینید تا اونجا میرسه شماره 1 یه سوتی مافیایی میده، شماره 5 هم حتی میکوبتش، اینجا بازی هم زده میشه. شماره 7 فلان میشه میگه بچا شماره 4 چی شد، شماره 9 چی شد. آقا خودش نمیدونه داره کیو میده. تو نوبت خودتون الان بودو بریم. ببین الان چیو داری، الان با من بازیت میشه نه؟ قبل از این بودوی چالشتو بده. چالش هم میدم به شماره 5. ببین اتهام روز معارفه کسی رو ندیده، من تو اتهامتو میذارم توی سال، ولی الان میام میگم آقا شماره 1 مافیایی با شماره 7 داره هم میزنه، شماره 8 هم داره میگه میره اون برو میزنه. آقا اون بر چیه؟ اون بر موز داره. بفرمایید. بچه‌ها من بر اساس استدلال بازی می‌کنم. آقا یک، من دارم تو دو روز اتهام کش می‌کنم، تو میگی 9-4 مافیا، بعد من شهرتم، بعد تو تیم شهروندی بعدی من دوباره نیستم، چیکار داری می‌کنی؟ بچه‌ها یک مافیا ثابت، اگه این مافیا باشه من ازت میام پایین، وگرنه 1% به تو نمیگم شهروند. فقط باید این بره بیرون. اگه مافیا من تو جفت شهروند میشه. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای علی. اوستا. محمد، حسین، عباس، کیارش، علی، محمد رضا، مهدی، صابر. بفرمایید. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 1، 4 و 9. آقای علی دفاع کنید. من صحبت کنم. ببینید بچه‌ها، آقای شماره 5 میدونین شما چرا بینگو شد؟ اصلا رأی نیاوردی، به خاطر اینکه داری تبر میزنی. استاد جدی بهت میگم، اگه شهروندی رها کن، شماره 9 قطعا مافیای بازیه، بره بیرون، هر چی جز مافیا خون فقط علی بره. چرا ما آیه شماره 3 رو نگاه کن، تو رو خدا یه رأی میاره من، یار من کوش، 3 قطعا مافیا، 9 هم قطعا مافیای بازی. این که دلیل تو به من تارگت میزنی، من به تو میگم شهروند، نشونه سطح بازی. استاد رها کن. شماره 1، من تو من نگفتی قطعا مافیا. الان من با تو منم تو دفاعیه، چرا به من نمیگی مافیا؟ بعد شماره 5 الان داره تو رو میکوبه. خب یه آدم مشکوک تو بازی، تو بهش میگی داری تبر میزنی.
شماره یک مافیاست. بین یک و نه یه دونه مافیا من در میارم. اونه؟ نمیدونم. من قطعا شهروندم. شما اومدی بالا، بعدش دو نفر اومدن بالا. من با اینترنت اومدم، این بعد از من اومده میتونه شهروند باشه. بفرمایید. استاد من نفر سوم اومدم بالا. آقا اصلا راجع به بنده صحبت نکرده، به بنده رأی داده. آقا چیه تو بازی؟ بعد تعداد تارگت ها و شهروندا بنده رو با این آقا مقایسه کن. ببین یک قطعا مافیا بود. شما از بازی خارج میشی. چهار داشت با ما بازی میکرد تو شبهه افتاده دیگه. آقا یک قطعا مافیای بازی از بازی خارج میشه به همین راحتی. در شب بعدی بنده اینجام جوابگو ام. میخواین چیکار کنین؟ آقا یک خدا حافظ. آقایون بیستید. شما با هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای علی. حسین. مهدی. آقای مهدی، آقای حسین بفرم بشین. علی کلام آخر. دو سال روزه یک پوش نشدم. بچه ها کلام آخر من بگم. آقای پنج اگه شهروندی رها کن. بچه ها من رفتم با 8 تا 7 بازی کنید. قطعا شهروند هست. شماره 9 نمایان مافیای بازی. شماره 3 نمایان آقای ثابت چی شد؟ یه هر رویت عوض شد. استادم مشکوکه بازی. بچه ها 9 و 4 9 و 3 قطعا مافیا. متشکرم علی. متشکرم علی. بالا من. شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از دو نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب توانایش رو از دست خواهد داد. بخوابه. گروه مافیا به جز گروگانگیر. مافیا بخوابن. کارگاه. تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید، حق تک تیر اندازی داریم. بخوابه. پزشک دو حق انتخاب. بخوابه. تفنگدار شما حداکثر میتونید دو تفنگ به شهر بدین. بخوابه. دست همه آقایون جلو برای دریافت تفنگ. دست هایی که لمس میشه فردا تفنگ خواهند داشت. آقایون دستاتون رو بندازین. عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید. متشکرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 6. آقای کیارش خسته نباشین، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره. دو نفر از دست دادیم. دو شهروند. یک دور صحبت میکنید. تایید میشه آقای علی. شماره 9 رو میزنید. مشقیه. یک دور صحبت میکنید آقایون. 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. دوستان چالش. شماره 2 صحبت کنه.
بچه شماره 4 قطعی مافیا است، شماره 9 هم یارشه. شماره 4 شما بعد شماره 1 شهروند اومدی تو دفاع، هیچ حرفی واسه گفتن نداری تو دفاعیت، میگی یک نمیدونم تو مافیایی فلان بهمانه. بچه رأی یکای این دو نفر کاملا از دو ساید متفاوت بود. 5 تا رأی یک این 5 نفر بودن، 5 تا رأی یک این 5 نفر دیگه. 4 قطعی مافیا است، شماره 9 شماره 3 فقط میگین ببخشید، فقط میگین ببخشید. نکست بعدی. کجا بودی روز قبل که الان شزن شدی افتادی وسط؟ آقا یه راهی رو رفتیم اشتباه بوده برمیگردی، ولی تو روز قبل من یه جمله مشکوک به من گفتی فعلا میخوام بذارمت کنار، بلند شده میگه صابه با تو رأی میدم، اگر شهروند بود تو مافیای منی، اگر مافیا بود باید بازی میکنم. خب مگه من دلیل غیر منطقی برات آوردم که رأی دادی؟ خب رأی نمیدادی، این حرفتو میذارم کنار. شماره 9 مشکوک برمیگردیم از راه برمیگردیم، شماره 9 مشکوک با هم بفرمایی. با 7-2 بازی میشه. نفر بعد چاله شماره 3. آقا به نظر من این استاد سراسر دلایل مافیایی بود. من حتی به اونایی که من به نظر من این طرفی که رأی دادن اکثریت میتونن شهروندی باشن، چون ذهن من شهروند گفته این آقا مافیای بازی. آقا شماره 9 چرا؟ شما چرا علی بیرون استاد؟ شما پوانه مثبت چیه؟ 4 چیه؟ آقا شماره 10 مافیای بازی، 4 مافیای بازی، 5 مافیای بازی. متشکرم. ببینید دوستان، به نظر من همچنان شماره 1 واقعا دلایل مافیایی داشت. ببین کیا میدونستن آقا بلند شد یقه ما رو بگیره، تو به آقا میخوای بگی شهروند؟ الان آقای شماره 7 قطعا میدونسته، آقای شماره 8 هم قطعا میدونسته آقا شهرونده، بعد تو نمیخوای یقه اینا رو بگیری؟ ببینید آقای شماره 5 به نظر من مافیای بازی، آقای شماره 8 که در مورد من هیچ صحبتی نکرده بازم ایشون هم مافیای بازیه. چالش هم واسه 2 بعد از من صحبت کن. دوستان ایشون قطعی مافیای بازی دیگه. محمد اصلا پارو نمیزنیم بیر کنار 4 بری بیرون. من 4 مافیا دارم ولی این قطعی مافیای بازیه. این میگه 3 نفر اونو کاوه کن، 3 تاشون مافیا بودن، میدونستم اون شهرونده. تو قطع عکسه که رأی دو دادن برای چی مافیا در نمیاری؟ پس این میشه مافیا، کسی که رأی دو دادن هم توشون مافیا پیدا میشه. امرو فقط این میره بیرون ها. بفهم. آی شماره 9 شما اگه دیروز نمیدیدی 7-8 میگن این شهرونده. چرا نرفتی همون روز با اینا به جنگی؟ امروز میگی اینا دیدن، دیروز میگفتی شما دیدین این شهرونده میرفتی میجنگیدی. آقا 9 مشکوک یعنی چی؟ شما 5 تا رأی دادین شهروندی، ما مافیایم رأی دادیم. چاله. بچه 4 مافیا، 9 مافیا، بین 3 و ببین بگردم ببین چیه. چالش هم برای 4. متشکرم. ببین بچه من بین 1 و 9 مافیا داشتم، الان هم 9 مافیا هم 4 مافیا. استاد الان این آقا سر صحبت اوتو تفنگش تو باید برنش این بگی 7 قطعا مافیا، چرا نمیگی امروز 9 دفاعی 3 دفاعی یا اصلا تفنگ جنگی همین الان 9 بزنه بازی در بیار، همین الان بازی رو در بیارید. بچه ها من دیروز یه تیم شهروندی چیدم، الان دو تاشون نیست و دو ساعت من دیوانم دو تا شهروندمو بدم بیرون یکشون رو شاد کنم. بچه تفنگه بلند شه 9 بزنه، هر چی جز مافیا خون بچه ها منو میدیم، هر چی جز مافیا. آینو مگه قرار نبود یک خروج بخوره ساید شما مشخصه؟ یک شهروند مگه من مافیا دیروز آگاهی نداشتم؟ یک شهروند چرا دیروز 7 تک تارگت نکوبیدی؟ بچه ها فقط 9 بیرون و دو ساعت. شما از یک پرسیدی کی مافیا است؟ چرا رای دادی به یک؟ صابر صحبت کن. ببین بازی رو من به تو اگه ببازم واقعا حقم از این مرحله بالا نرم، چون بلند شد من دارم میگم با همه کسایی که دارن تو رو میزنن بازی میکن، به من توضیح میدی میگی صابر چجوری میخوای با اینا بازی کنی؟ اینا آگاهن تو بازی. آقا من تفنگ دارم ایشون رو بنگ زدی؟ بنگ. آره بنگ. آقای مهدی وصیت. متشکرم. تو نیست دوستان، بنده از بازی خارج میشم، اشتباه هم میپذیرم، مشکلی ندارم. ببین شماره 5 ببین الان ذهنتون رو از رو بنده آزاد کنیم، منم امتیازام بگیرم. ببین شماره 2 قطعا مافیاست، شماره 5 هم قطعا مافیاست، بین 7 و 8 هم یه مافیا نشست. من هیچ کاری با تو ندارم، یه لحظه من گوش کن. 2-5 بین 7 و 8 هم یه مافیا بنده میخونم. ان شاء الله که متشکرم. آقای مهدی با طرف شهروند رقابت رو ترک میکنه. تو تفنگ بلند شه 9 بزنه، هر چی جز مافیا خون بچا منو خارج میشم، اشتباه هم میسازم، مشکلی ندارم. همه صحبت ها رو بشنویم، من خودم میخواستم به اون بزنم. شما هم تفنگ داشتی؟ نه اتهام بزنم. آه شما 4 شما دیروز به 1 میگی، تو به مشکوک شهر که 5 کاری نداری، بعد خودت به 5 رأی نمیدی. بچه من دیروز بدون رأی نشستم، آقا هم نشست، آقا رفت بیرون، من نشستم تو بازی، پس من مسیر بازیم اشتباهه. پس 1% فکر میکنم تو اشتباهی تبرز دادی. 4 قطعا مافیا، 4 قطعا مافیا، 3 تو دیروز با من مشکوک رأی دادی به 1، بعد الان میخوای هم بزنی؟ چون سه خیلی مشکوک. این دو نفر چرا شهروند بزنه دستشه؟ چالش هفت صحبت کن.
فقط امروز ده فقط با گانش گره شهر رو زده درست استاد، ولی ده قطعی مافیا، قطعی مافیا. ببین ده وقتی تفنگ میرسه دستش، پس نه با نقش باید شهروندش بشه، نه باید گانو بکشه رو نه تفنگ. آقا مگه میشه الان نه مافیات بوده، سه مافیات بوده، تو شهرونده رو الان زدی بلند نمیشی بگی سه مافیاه، میگی ده که حالا یه دونه شهروند زده، تارگت همه بوده اون زده، واسه منم هزار مافیا بود، داره میره بیرون به اون که بود تفنگ زده نمیگه مافیا، اونم بهش میگفته شهروند. امروز سه میاد تو دفاعیه، هفتم میاد تو دفاعیه استاد، سه چی شده؟ بفرمایید نفر بعد. برای شما بعد از من صحبت کن. استاد شما تو وضعیت هفت نفر خودت میدونی شهروندی. این استاد داره اینو گردن میگیره. میگه این مافیاست من. یار سوم که تو که میگی اون سه تا همشون شهروندن. سومی مافیا چین مافیایی تو وضعیت قرمز چیه؟ تو خودت با اون یه جان مشترک انجام دادی. ولی میگه اون فقط بره بیرون. من اولین نفری بودم چالش گرفتم گفتم مسیر درسته ماها شهروندیم. اون شماره 9 هم شهروند. الان همتون شزم شدید میگید من تو دفاعیه. آقا شماره 4 قطعاً مافیا، شماره 5 قطعاً مافیا، شماره 7 هم مافیا. اگه شهروندی باید برگردی تو نفر بعد سه تا مافیا. خب ببین کلا به حرفای همین الان تو کلا عدم تایید. همین الان کلا عدم تایید. چی داری میگی؟ بعد هفت از اینجا بلند شدی؟ خب من اینو نمیزدم الان این میومد تو رای گیری. چی داری میگی؟ چالش واسه شماره 8 بعد من صحبت. بچه ها دیروز دو نفر شماره 3 و 9 با هم دیگه رفتن واسه جنگیدن با شماره 1. شماره 9 اتهام کش میشه میره بیرون، شماره 3 خش روش نمیفته، شماره 4 و شماره 10 احتمالاً مافیا، شماره 10 شما شماره 5 رو به این جرم کوبیدی که 4 رو ندیده. الان کاری با 4 نداری. من میگم رأی یکای دو نفر کامل متفاوت بوده. بعد تیر میزنی 9 فقط 4 میاد بالا. بفرمایید. آقا فقط امروز آقا شما چهار میاد بالا. ما بعد نه ایشون میاد بالا، نه ایشون میاد بالا. فقط تو میای بالا دیگه. تو روز معارفه و روز یک تو آقا زمانتون از ابتدا شروع میشه صحبت کنید. ممنونم. شما روز معارفه و روز یک سه تا تارگت زدی، سه تاش الان اون که شهروند بود رفته بیرون. من که خودم میدونم شهروندم. اینم به نظر من میتونه شهروند باشه آقا. روز سر صحبت داشته گان زده. من نمیدونم ایشون چیه ولی ایشون قطعی. آقا هر گروه مافیایی بشین ایشون مافیاست. فقط امروز ایشون میاد بالا. بفرمایید. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای اوستا. محمد بیستید. حسین بیستید. عباس، علی، محمد رضا، صابر. دو نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره 4 و 10. یک نفر راجع به حسین صحبت کنه، 5 صحبت کنه. یک نفر راجع به صابر 2 صحبت کنه. بفرمایید. بله. ببینید دوستان، دیروز سه نفر تو دادگاه بودن. دو نفر شهروند خونده، یعنی سومی هم شهروند اومده بوده دفاع. تو ذهن من نمی گنجه. نکته بعدی، شما دیروز به من میگفتی مشکوک، با من مشکوک که بهم رأی ندادی بدون رأی نشستم، با من مشکوکت به شهروند بازی رأی داده بودی. بعد الان امروز تیم مافیا که میچینی این بره. دوست عزیز یه مافیا الان من آقا رو دارم. یه مافیا آقا رو دارم. آقایی که الان داره من میزنه آقا فلان شهر صابر از بین شما 4 تا از 3 تا قطعا دو تا مافیا دیدم. شهرم آقام شهر آقام شهر. بچه‌ها من تو درباره صابر دارم میگم، میخوام استدلال مافیای 4 رو برم. شماره 4 دیروز من و شماره 7 به تو رأی 2 دادیم، تو میگردی تو بقیه دنبال مافیا، درسته؟ شما مافیا تازه الان افتادی یاد منی که دارم این همه اجماع واسه جمع میکنم مافیام. بچه‌ها اصلا داستان نداره. دهم میتونه یار 4 باشه، ده و 4 میتونن یار باشن. اون تیر زده شهروند، این به اون میگه شهروند باید با هم رأی میدن. آقای حسین بیستید و دفاع کنید. تو هفت نفر من یک رأی دارم به شما میدم. مشخص الان میخواد تو این وضعیت من شهروند رو بده بیرون، بازی رو ببره. من نمیدونم ده چیه ولی خودم قطعا شهروندم تو این وضعیت. شهروند من چرا؟ خب الان یه دونه شهروند یا دو تا رو یار ندارم رأی تو بشه سه تا با من بیای تو دفاعی تو هفت نفر تو بوش بشی؟ چرا؟ تو قطعا مافیاه. ده امتیاز من امتیاز منفی که داره، ده بیشتر، ده شهروند زده. بعد تو من نگفتی نه بره بیرون، هر چی جز ما بیافه کنه من میرم بیرون. اصلا من تو دفاعیم کنده نشستی. من قطعا شهروندم. متشکرم. بفهم بشینید.
ببین بازی از اول جوری جلو میره که من کسی رو که با تفنگ میزنم زل میزنه تو چشا، میگه صابر با تو کاری ندارم، حواست به کسایی باش. آقا شما تو کل صحبتت داری میگی چهار ماه، چرا رأی نمیدی؟ خب مگه من جایی جز مقابل شهر بازی کردم؟ کلن دارم با شما بازی میکنم، یک مشکوک صبح که خودت رأی دادی، من رأی دادم، تو رأی دادی، حالا صابر بعد یه نفر دیگه اومده بالا. ببین تو چجوری داری خودتو میخونی شهر؟ تو هزار مافیایی، کسی که با تو اومده دفاع شهروند، این یکی شهروند، من خودم دیدم شهروند. آقایون بایستید، شما به هم حق رأی ندارید. من برم بیرون، بازی تمامه. بایستید. رأی گیری مجدد برای حسین. خیر. صابر. آقای حسین، کلام آخر. حسین کیا به من رأی دادن؟ خب الان یه دونهشون سه تاشون که مافیا بودن، یکیشون شهرونده بوده دیگه. الان همینجا بازی تمام میشه. عالی هستید واقعا. واقعا عالی هستید. رئیس مافیا باشه. آقای حسین خسته نباشید. لازم برم اون پشت. اگه صلاح میدونین پشت صحنه همراه باشید آقا. راوی اعلام میکنه. رقابت ادامه داره دوستان. بولی کلا. گندتون رو میگیرم. بفهمید بشین، خارج از نوبت صحبت نباشه. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر. کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کارگاه، تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تکتیر اندازی داریم. بخوابه پزشک، یک حق انتخاب. بخوابه با اله من. روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 2. دکتر کجاست بابا؟ اوستا، قندتو گرفتن. پشت صحنه همراه باش. درخواست اعلام وضعیت که ندارید، یک دور صحبت میکنید آقایون. 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به این سمت. من صحبت کنم. آقا کیا رأی دادن به این استادی که رفت بیرون؟ من رأی دادم. شما رأی دادی، این استاد رأی داد، چهار رأی دیگه. شما هم به اون استاد رأی دادید. بچه‌ها من شهروندم، به دو نفر رأی دادم قلقگیری کنم. پس هم استاد مافیای بازیه، هم آقا مافیای بازیه. اوکیه؟ همین استاد مافیاست، هم ده مافیاست. من الان باید شهروندی منو بپذیرید که این دو تا مافیانا. تموم شد. این شهروند داد شما رأی داد. بفهم. خیلی تاثیرگذار بود. داداش گلم دو تا رأی تأخیری بود، با کی طرفی اینجا؟ آقا به تو رأی تأخیری داد تو رو سفید کنه. زرنگ شدی، من دیروز داشتم یارمو میفروختم، چرا الان شهروندم؟ من داشتم یارمو میفروختم. جوی میکنی آقا کت، شما هم کردی با من مشکوکت به مشکوک رأی دادی. شما هم قطعا مافیا. ببین صابر، من به تو شانس شهری میذارم، چون گفتم آقا بدون رأی منم بدون رأی. من داشتم تو رو میزدم، پس ممکنه شهر باشه. آقا شهر بین این دو دوست امروز فقط آقا، من و شما قطعا شهرم، فقط آقا بفهمت. بین دو دوست فردا تو سه نفر چالش داد نزن بابا. خب باشه، یه بار دیگه آروم صحبت کن. ببین دوست عزیز، شما یک جون با من شهروند مرتکب شدی، به شهروند رأی دادی، درسته؟ بعد تو اون روز من مشکوکت بودم، مثل آقایی که من میگفت مشکوک. جفتتون به من رأی ندادید، فردا جفتتون از تو کلاتون خرگوش در بودید، گفتید پنج مافیا. منو گذاشتی بغل یادت که اگه یادت رفت متشکرم. قاطی باز با والیا. امتیاز مثبت من میدونید چه روزی که وضعیت قرمز شده همتون شزم شدید، میگفتید نه مافیا، من گفتم نه شهروند، چهار مافیا، ده مافیا. الان چیه صحبتت؟ شهروندی با قانشی حاجی. شماره 10 مافیای، شماره 7 هم مافیا. آقا شماره 7 مگه تو نگفتی اونو گردن میگیرم تفنگ بزنم؟ چرا دو تا رأی، چرا این مافیای به تو رأی نداد؟ چرا تو رأی یکم نیاوردی؟
قانه چرا قانه نمیشی؟ شماره 7 مافیای، شماره 10 هم مافیا. نوبت بنده است. بفرمایید. چالش قربونت برشم. صحبت شما 10 شهروند، شما 7 مافیا. راست میگی دیگه. مثل شما چالی که مافیا بود، شما 5 شهروند بود. درسته؟ دوست داری شما فقط داشتی میگفتی 4 و 5 مافیا. اصلا 10 و کاری نداشتی. بعد یه سوال، هنر کردی شب و دیدی میگی 9 شهرونده؟ بفهم. چیو بدم دیگه؟ ندارم دیگه. زشته دیگه، خجالت بکش دیگه. الان روز وقاحتت شده، یار میفروشی. شماره 7 وقتی ما هممون داشتیم شماره 4 رو میزد، شماره 7 بلند شده از جا حرف نداشت برازد، میگفت بچه صابر مافیا، فقط صابر. چی شد آقا رفیرون؟ تو رأی 2 هم به من دادی لعنتی؟ حداقل یار رو بفروشیم وسط مسد، بذار حداقل یه امتیاز یار فروشیت دست میدی، بازی رو میبری. چالشو صحبت کن استاد. تو شهروندی، من اگه مافیا باشم رید میکنم رو تو شهروند. یه دقیقه گوش کن، من روزی که وضعیت قرمزه چرا باید یه شهروند رو بذارم رو دستم با اینکه خیلی آسان میشه پوشش کرد، آسان میشه هولش داد. شماره 7 مافیا، شماره 10 مافیا. بفهم این نفر بعد. من اتهام فرسم این استاد بوده. عجب. محمد، یعنی تو معتقدی تو با مافیا رأی دادید به یه مافیا موقعی که یه مافیا داشته میرفته بیرون؟ آقا امرو محمد میاد بالا با آقای شماره 7. آقا اینم میاد بالا دیگه. تو بیا بالا با ایشون بیاد بالا. اوکیه؟ اونم بیاد. این دو نفر بیان بالا. نه این چیزی نمیره. شما دو نفر رای دادید به این. این که حالا اینم آقا فکت مافیا داره به شما دو تا به نظر دلیل مافیا. ببین میدونی چه من میخوای اون بیاد؟ چون من تو دیوز تو اتهام آقا یادم رفت بگم. میخوای قفل رأیو باز کنی. دقیقاً کاری که آقا شهر اومد، آقا مافیا اومد قفل رأی با 9 باز کردی. درسته؟ آفرین. دست بزن بیرون بازی مونتا. بود اونجا تلویزیون بازم. آقا قطعا مافیا. من و شما شهروند. فردا باید انتخاب کنیم. به نظرم صابر شهر. نفر بعد. آها درست. بعد استاد شما شهروند، یکم شهروند بود. بعد این فکتر رو تو میشین. من اومدم تو 5 تو 1 داشتم با هم آشتی میدادم. این مافیا بودم دنده بهتون میدادم، یک کدوم یک پوش کنید اون یکی بمونه لادر. تو مگه یکو نمیکوبیدی روز یک بازی؟ من همچنان معتقدم دائم حاجی لاغر من یارم نفتم. میگم به من میگی مافیا، من یارم نفتم. حاجی بعد بشینم تا کی؟ بعد تا کیاس بشینم دیگه. اوکی. الان خود کیاس ببینم. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای محمد. عجب. عباس. علی. محمد رضا. صابر. بفرمایید بشینید. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 3، 7 و 10. آقای محمد بیستید و دفاع کنید. من صحبت کنم، اولین بار دارم میست. آقا شما دوتا شهروندید، من دارم شما رو قانع میکنم، خواهش میکنم قانع شو. آقا شماره 7 مافیای، شماره 7 میگفت هر کی تفنگ داره شماره 9 رو بزنه، شماره 10 با تفنگ 9 رو زد، ولی این مافیای به این دوتا رأی نداد، میفهمی؟ به این دو نفر رأی میداد، من رأی داده بودم حق رأی این مافیای آزاد میشد تو دفاعیه. این دوتا نیومدن تو دفاعیه. متوجه فارسی دارم صحبت میکنم. این مافیایی که تو روز وقاحت تو 7 نفر به من رأی 1 داده، به اینا رأی 1 نداده. بیستید و دفاع کنید. خب استاد معتقدی شهروندی دیگه. بندم شهروند. آقا دو تا رأی، آقا 4 تا رأی خروج آورده. من شهروند بهش رأی. آقا دو تا رأی برده. تو چه حالت دو تا رأی داره که دو تا مافیا تو دفاع باشه؟ من شهروندم. اگه نمیخوای اینو قبول کنی تو هم مشکل. حالا من مافیای ذهنیم 10 و 7 دیگه تورم رو زدم، اگه قرار بود منفی بخورم منفی بخورم. آقای صابر بیستید و دفاع کنید. خودش هم داره به خودش میگه مافیا، میگه مافیای من 10 و 7. بابا ویلکوم، بابا استرس نره. میدونی قشنگی کار چیه؟ بعضی چیزا براش مدرک وجود نداره، با باور قلبیه. من که خودم میدونم شهروندم. 5 باهات بازی میشه، چی کار داری؟ زور زدن الان من آوردن دفاع. 7 تا بده بیرون آقا، 7 تو مخ منه، رو نرو منه. آقا امروز فقط 7. آقای بیستید. اشاره، پانتومیم، اینا همش اخراج انضباطیه. بیستید لطفاً. بفهمید دوستان. بیستید. شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای محمد. علی. صابر. و بله رئیس مافیا. بفهمید بشینید. آقای محمد کلام آخر. تو شهروند بودی واقعا؟ تو شهروند بودی؟ گند زدی به بازی من. من که میدونم چه کارا وای مگه سر منو گرفتیم که
محمد مافیاز، محمد مافیاز روز یک. آره کاراگاهی پس ایوان حسن نباش دار محمد. پشت صحنه همراه باشید. شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا بجز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه بخوابه. تکاور، اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیر اندازی دارین. بخوابه. پزشک، یک حق انتخاب. بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره های 5 و 8. یک اخراج انضباطی داشتیم. ناتوی شهر بیسته، ناتو بیسته، شهر ما شکست خورد. دوستان پشت صحنه تشریف بیارید لطفا. شماره 3 به شما گفتن که شما کاراگاهی، شما سرتتون دادید. گفت اصطلاح من دایی گفتم حالا به خنده. به خنده چی استاد؟ شما شهر ما اینو دیگه 10 بار تقریبا حد ببین استاد، ببین 10 بار ما توضیح دادیم. شما حتی شهروند ساده باشی بهت بگن دکتری بگی آره تایید کنی از بازی اخراج میشی. ما حتی رفتیم دوربینا رو هم چک کردیم که ببینیم که شما این تایید قطعی رو دادی یا نه. دوبارم چک کردیم شما اینجوری اینجوری داشتی میکردی. استاد من شهروندم، همه اینجا تارگتشون منم. تارگت مستقیم من فقط آقا داره کاور میکنه. درسته دیگه، من تیرها میدم بعد از این اگه مافیا خون با من بازی کنی یکی دیگه. سلام و عرض ادب مجدد خدمتتون. بازی جذاب، جالب و با نکات عجیب و غریبی رو دیدیم. بازی رو تیم مافیا موفق شد ببره. مافیا هم پرقدرت شروع کرد هم پرقدرت ادامه داد. تلاشش تمام بر این بود که بازی رو بتونه بدون تلفات ببره، از یه جایی ببره. با توجه به اینکه شهروندای بازی هم خوب بودن به غیر از یکی دوتاشون، تونستن بازی رو یه مقدار تا یه جایی برگردونن. این دقیقا هنر تیم مافیا است که از همون لحظه‌ای که احساس کرد که دیگه نمیتونه بازی رو بدون تلفات ببره، سریع بازی رو دو طرفه کردن. یعنی سریع خودشون رو از همدیگه جدا کردن تا هم شهروندا بعضیشون به اشتباه بیفتن، هم برای روزهای بعدیشون پلن و سناریو و نقشه داشته باشن. بازی مافیا تو این قسمت خیلی خوب بود. شماره 7 سر صحبت بلند شده شلیک کرده به شماره 9 همون موقع قبل از اعلام وضعیت. شماره 9 شماره 10 رو شهروند قطعیش داشته، حتی روز قبل گفته من چالش به شهروند قطعی میدم، به مافیا نمیدم، به 10 داده. خیلی راحت، یه پتانسیل سنجیه دیگه. ما تو برنامه قبل هم در این مورد صحبت کردیم. شما میدونی که هر کاری که بکنی در قامت شماره 10، هر کاری بکنی رأی شماره شماره 9 رو پشت دست خودت داری. چه اتفاقی رخ میده؟ بازی 9 نفره، شما شلیک بکنی شماره 7 رو از بازی خارج کنی میشه 8 نفر. شما یه تیم 3 نفره داریم به انضمام شماره 9، یعنی 4 تا رأی داریم برای خارج کردن هر کسی دلتون بخواد از بازی. فکر میکنم بهترین رفتارش این بود که شلیک میکرد به شماره 7، بهانه هم داشت دربارش. من در کل بازی رو بازی خوبی دیدم. بازی بود که هم مافیاهاش خیلی خوب بودن و هم شهروندهای خیلی خوبی داشت. تیرهای شب درستی زدن.
اونجا که شماره دو رو از بازی خارج کردن با تیر شب، به نظر میگه از تصمیم‌های درست بود، چون شماره دو از اون شهروندهایی بود که میتونست مسیر بازی رو کامل برگردونه. و راجع به تفنگی که شلیک کرد، من همون لحظه هم گفتم وقتی تفنگ اومد دستش، به قول شماره هفت باید واسه نه نقش تفنگ رو قائل میشد. و خب جریان بازی رو داری تحلیل میکنی دیگه، میدونی امروز خلاصه شماره 9 با رأی گیری از بازی خارج میشه، پس بهترین کار اینه که تفنگت رو شلیک نکنی. شماره 9 که موضعش انقدر پایینه اصلا توان اجماع گرفتن تو رو که نداره اصلا، و بازی هم که قرار نیست ادامه پیدا کنه، بهتره که شلیک نکنی تفنگو. اگه یعنی شلیک نمیکرد خیلی راحت تر میتونستم بازی رو ببرم. من نکته دیگه ندارم. ما نمیدونیم قراره توی زندگیمون چه اتفاقاتی بیفته، برای همین بهترین راه مواجهه با آینده داشتن برنامه است. گروه مافیا تونستن با برنامه‌ای از پیش تعیین شده شهروند این شهر رو شکست بدن.